خب اما بریم سراغ بخش سیزدهم این مطالب و این دوره آموزشی عنوانش بررسی یک حدیث هست میخوایم ببینیم چه کسی تر است شاید شما شنیده باشید این حدیث معروفی که از امیر علیه السلام نقل شده و منتصب به ایشون هست که میفرماید لعنت خدا بر آمرین به معروفی که خودشون اون معروف رو ترک میکنند و لعنت خدا بر ناهیان از منکری که خودشون اون منکر رو انجام میدن و مرتکب میشن لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر الامرین به خب اینو کجای ای دلمون بذاریم آقا گفتیم آیه لما تقولون و آیه تأمرون الناس و اینا گفتیم شأن نزولش ارتباطی با امر معروف نداره به فرضم که ارتباط داشته باشه داره نکوهش میکنه عمل نکردن خودمون رو, نعم رو نه امر و نه کردنمون رو اینا همه حل شد مراجع تقلیدمون آیاتو رو دیدن این روایات رو دیدن و روایات بسیار دیگری رو اما همشون میفرمایند که رتب خورده هم واجب است من رتب کند هیچ کدوم فتوا ندادن که یا استفتا ندارن که خودت هر وقت کامل شدی چل سال دیگه پنجاه سال دیگه مثلا اون موقع بیا تذکر بده که هیچ وقت کامل و عامل به تمام معنا که نمیشیم خب اما این تیپ احادیث رو کجا بذاریم کجای دلمون بذاریم چه کار کنیم با اینا ببینیم منظور این حدیث چیه لعنت خدا بر آمره به معروفی که خودش عمل نمیکنه به مردم میگه ولی خودش انجام نمیده این لعنت به چه دلیله به دلیل اینکه به مردم میگه این بده گفتن به مردم که این کار خوب انجام بدید هدایت دیگران بده یا این لعنت به خاطر اینه که خودش تارکی نله خودش نمازو نمیخونه به دیگران میگه بخون هستا ممکنه بله واقعا آدم های منافق اینطوری داریم آدمی ای که واسه میز و مقامش آدمی که واسه پست و جایگاهش آدمی که واسه پول مثلا فرض کن که آقا این آدم بودشن نگهبان مسئول ورود و خروج این پارکینگ این مجتمع تجاری خب ماشینا که میان مثلا تذکر کنید. آقا اونجا پارک کنید نظم رعایت کنید این طرف نرید قبض و اینقدر پرداخت کنید مثلا خب. یا مثلا یه پلیس راهور شاید یه معمور عزیز و زحمتکش پلیس که برای کمربند ایمنی نبستن یکی رو جریمه میکنه شاید خودش هم یه وقتی کمربند ایمنی نبنده عمدن یا سهوا وقتی پشت فرمون میشینه حالا کدوم کارش بده خودش کمربندش رو نمیبنده کار بدیه بله یا اینکه دیگران رو هم تذکر میده کمربند تو ببند این کار بدیه نه پس این ملعون اون بودن هم به خاطر این است که چرا خودت انجام نمیدهی نه به خاطر اینکه چرا امر رو نه میکنی دقت کنی اینم منظور این حدیث اما بخوایم بیشتر رو این حدیث فکر کنیم یه <applause> جایی ما تو قرآن داریم میگه وای بر نمازگزاران ویلون للمسلین ویلون للمسلین سوره مکه ماعون آیات 4 و 5 و 6 وای بر نمازگزاران الذين هم عن صلاتهم ساهون اونایی که تو نمازشون سهلنگارن انگارن حواس پرتن الذين هم یراون اون, اون نمازخونایی که همش ریا میکنن نماز رو برا ریا میخونن خب وایس ببینن آیا هیچ آدم عاقلی با استدلال به این آیه نماز رو کنار میذاره آقا قرآن گفته وای بر گزارانی که ریا میکنن و سهل انگارن. پس نماز رو بزنیم که عزیزم استور قهرمان من بزرگوار اینجا داره نکوهش میکنه حواس جمع نبودن و ریا کردن و اینا رو داره نکوهش میکنه نه اصل نماز رو هیچ آدمی وقتی مریض بشه ترک بدن نمیکنه که دنبال علاج برمیاد اون ضعف و نقصه رو جبران کنه یعنی شرط وجوب نماز آیا نداشتن قفلت و ریاز این ویلون للمسلین که خیلی تعبیرش سختتر از اون حدیثیه که منصوب به امیر میگن لعن الله و آمرین که خیلی قرآن داره میگه ویلون وای بر چاه ویلم که در جهنم هست میگن گاهی منظور همونه شاید وای بر نماز گذاران ولی شما هیچ آدم عاقل تو هیچ دکونه هیچ عطاری بالا هیچ درختی نوکه هیچ کوهی توی جای دنیا هیچ عاقلی رو پیدا نمیکنی که با استدلال و تکیه به این آیه بخواد نماز رو بذاره کنار درست شو حواستون باشه استدلال کردنم من. منظور این آیه این است که نماز رو کنار بگذاریم یا سعی کنیم دوچار قفلت و ریا نشویم پس اونجا همینه منظور این روایت اینه که امر معروف نهی نکنیم یا منظور اینه که نه هم امر کن هم خودت هم عملت سعی کن درست باشه همین حدیث یه مقدار دقیق تر بررسی کنیم شنیدید شاید این روایت معروف رو که میگن از وجود ناظرین امام زمان هر واقعنا در نامه ای ظاهرا که به شیخ مفید نوشته شده بوده امام زمان میفهمد ملعون ملون. ملعون می نویسد ملعون است کسی که نماز مغربش رو انقدر به تأخیر بندازه که ستاره های آسمون دیگه پدیدار میشه. یعنی اول وقت نخونه یا نماز صبحشو انقدر به تاخیر بندازه که دیگه ستاره ها تو روشنی سپیده محو شده باشن درست شو یعنی کسی که نمازشو اول وقت نخونه حالا یه سوال اگر من نماز مغربم دیر شد الان ساعت شد ده شب از آن ساعت هفت بود الان شد ده شب من نمازم نخوندم ستاره هم در اومدن خیلی خوب دیگه نباید نماز مغربم بخونم یعنی این چه استدلالیه شما به اون ملعون چون گفته لعن الله الامرین بالمعروف و تارکین الله امره به معروف رو میذاری کنار صورت مسئله رو پاک کنی برو خودتو درست کن رتب نخور نه اینکه رتب بخوری به دیگری بگی چون این گفته چون من خودم خوردم به این نمیگم فلان نه رتب خوردن نه رو خطا رو بذار کنار خب اینم هم همینه آقا الان ساعت شده ده شب به هر دلیلی عمدن صحبا من نمازم اول وقت نخوندم بخونم الان یا نخونم اگه بخونم که ملعوم میشم این نخونی دو بار ملعوم میشی عزیزم نخونی که بدتره عذر بدتر از گناهه درست شد پس یعنی اگه نمازم دیر شد مثلا نماز صبحم دیر شد دیگه ستاره ها محو شدند و سپیده زد و اینا دیگه نباید نماز صبحم بخونم یا میتونم نخونم چون دیر شده و ملعوم میشم پس حواسمون باشه منظور روایت لعن الله اگر که به امیر واقعا سندیتش صحیح باشه منظورش این نیست که میتونی یه گناهی کردی دیگه تو اون گناه تذکر ندی اصلا اگه اینجوری باشه میرین چه فاجعه ای رخ میده من هر چقدر گناه اطرافم ببینم واجبه در حد توان تذکر بدم دیگه خب ولی خودم راحت میکنم میرم یه غیبت میکنم پشت یکی یه باری غیبت میکنم دیگه این بعد تذکر به غیبت گردنم برداشته میشه یه نماز من قضا میکنم دیگه تذکر به نمازم از گردنم برداشته میشه یه دزدی هم میکنم دیگه جلوی دزدیارم گرفتن از من ساقط میشه یه بارم آشغال میندازم دیگه هر جا ببینم که سوشال میزه وظیفه از گردنم ساقطه این چه حرفیه این نه با دین که با عقل و فطرت و وجدان و انسانیتم سازگار حتی نیست و اما نکته بعدی و بخش چهاردهم که میخوایم به برخی از آرا و نظرات بعضی از فقها و محدثین با هم